داریم با اولین مهمانمون جناب آقای علی کربلایی صحبت بکنیم و من این هفته میخوام راجع به بازار بیشتر تو برنامه صحبت بکنیم. به هر حال این کلماتی مثل حباب یا ارزش اضافه ارزش بودن بازار یا سهام عدالت و سایر موارد مقدار بولد هستش. میخوایم با مهمانان عزیزمون راجع به این موارد انشاءالله بیشتر به گفتگو بنشینیم. خب سلام، صبح بخیر آقای کربلایی. آقای کربلایی کارشناس محترم بازار سرمایه هستن و دعوت ما رو پذیرفتن. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید به این برنامه. خب آقای کربلایی، این روزها بحث سهام عدالت همچنان هست، هرچند که اخباری ما ازش کمتر بشنویم، ولی به هر حال یکی از زمینه‌های بازار سرمایه ما سهام عدالته. ما در مورد تاثیر سهام عدالت بر مردم و حال اونا صحبت کردیم، بر که حالا دولت هم می‌خواد این اتفاق بیفته که بعد از 14 سال آزادسازی بشه صحبت کردیم. آیا این سهام برای شرکت‌هایی که این سهامداران عدالت، سهامداران عمده این شرکت‌ها میشن، فرصت یا تهدید؟ سلام آقای تهانی، صبحتون بخیر. امیدوارم که همه اهالی بازار سرمایه سلامت باشن و از ویروس کووید 19 در امان. آرزوی سلامتی میکنم برای هممون، خصوصا بچهای بازار سرمایه. عرضم به حضور شما که ممنونم که من دعوت کردین، فرصت در اختیار من دادین. در مورد سهام عدالت که فرمودین، بذارین یه ذره اسپسیفیک تر بریم روی فلزی معدنی‌ها صحبت بکنیم. ما کلاً یه بررسی که تو سهام عدالت داشتیم این بودش که انتظار داشتیم فشار فروش سنگینی به بازار وارد بکنه. خوشبختانه با تمهیداتی که شورای عالی بورس در نظر گرفت، یه ذره کندی وجود داشت، یه ذره ابهام وجود داشت، ولی بالاخره انجام شد، سشن معاملاتیش تغییر کرد. در نتیجه این فشار فروشی که انتظار می‌رفت حتی با 30% به بازار بیاد و ما شاهدش هستیم که اتفاق نیفتاده، کمتر بوده. اما حالا از منظر سهامداری کرسی‌های هیئت مدیره خیلی ترکیبات جالبی دارند، با توجه به اینکه دولت با کمک رأی سهام عدالت تونسته تو بعضی سهم‌ها و شرکت‌های بزرگ ما سهامدار عمده و کنترلی باشه. حالا می‌بینیم که ممکنه این تغییراتی اتفاق بیفته و کنترل خودش از دست بده. الان اون وقتیه که بخش خصوصی اقتصاد، حتی الان حقیقی هایی که دیگه پولشون تو بازار سهام بزرگ شده، میتونن با هم کنسرسیوم تشکیل بدن، میتونن با هم شرکت تشکیل بدن، بیان مشارکت بیشتری تو اقتصاد بکنن. تو دوره قبلی ما دیدیم که این اتفاق افتاده، از شرکت های حقیقی محوری که در واقع بخش خصوصی واقعی به حساب میان، اومدن تو بازار سهام کارهای خوب کردن، رشد کردن تو این سالا. انشالله این عرضه سهام عدالت، آزادسازی سهام عدالت در پایان روند، حالا دو ساله است، نمیدونم چه مدت قرار طول بکشه، ما شاهد همین قضیه باشیم، خصوصی سازی بیشتر، خصوصی سازی که واقعا شرکت هایی با محوریت اشخاص حقیقی یک نفره، دو نفره، سه نفره شکل گرفته و رشد کردن. حالا بخوام خیلی اسپسیفیک تر باز بریم، من همینجا میخوام یه سوال از شما بپرسم جناب کرب. شما فرمودید که یک سشن جدا برای معاملات سهام عدالت تعریف شده که حالا قرار بود یه ساعتی مثلا 12:45 تا ساعت 14 در اون نماد 4 زده بشه، ولی میبینیم رویه های مختلفی برای این موضوع ایجاد شده و حداقل من خودم یا خیلی از فعالای بازار نمیدونیم این معاملات اصلا داره روزانه چگونه انجام میشه، اصلا تو بازار خرد داره فروش میره، بلوکش داره فروش میره. یه دونه بلوک مارون بود که ما فهمیدیم که مثلا حالا مارون یه تعدادش داره فروش میره که 33% هم بالای تابلو معامله شد. اینو چجوری میتونم فعالای بازار اصلا متوجه شن داره این اتفاق میفته که حالا بیان خریداری کنن برن سیت هیئت مدیره یا کارهای دیگه ای باش انجام بدن؟ والا نکته که اتفاق افتاد در مورد همون حالا سهمایی که شما هم نام بردین، خب من شرکتی که براش کار میکنم علاقمند به مشارکت تو این زمینه بوده که بعضی سهما رو بتونیم بخریم یا امثال هم، با معامله گرای مختلف ارتباط برقرار کردیم و در نهایت به سختی تونستیم این موضوع رو متوجه بشیم. کاملا درست میفرمایید، اون ساعت 12:45 تا 2 هست، اما انگار توی بازار هم به صورت خرد معامله میشه. این عدم شفافیت برای ما هم کاملا وجود داره و حالا فقط میگم جای شکر داره که فشار فروشش تو بازار اصلی نمیاد. بله، بعد خب راجع به شرکت‌های فلزی معدنی ما صحبت کردیم. خب بخشی از زمانی که ما سهام عدالت رو به عنوان سهامدار این شرکت رو داشتیم، خیلی از شرکت‌ها با چالش افزایش سرمایه مواجه بودن و تصمیم گیری تو هیئت مدیره هاشون مواجه بودن. فکر می‌کنید بعد از این اتفاق این مسئله رو ما دیگه نخواهیم داشت، کمتر خواهد شد؟
همونجور که شما گفتین به دلیل مسئله ای که سهام عدالت نمیتونست به اصطلاح پول جدید وارد بکنه، مشکل افزایش سرمایه تو این شرکت ها وجود داشته. ماشاءالله بلوکاشون هم حالا تو فلزی معدنی ها رو بخوایم صحبت بکنیم حداقل کم نیست، تو فولاد مبارکه 30%، تو فملی 37%، کچات 21%. به طور مثال بعد از این اگر این روند بتونه انجام بشه، بله احتمالاً ما گشایشی خواهیم داشت، اما بستگی داره بخوان این روند رو کجا متوقع، یعنی مثلا بگن تو 2 سال انجام بشه، تو 2 سال کل بلوک آزاد بشه. این مسائلی هستش که فکر میکنم یه مقدار باید با جدیتر، با حتی ایجاد یک بازوی اجرایی تو شورای عالی بورس پیشش برد. یکی از مسائلی که آقای کربلایی الان تو بازار سرمایه است، خب شاخص بورس اومده فکر کنم حالا تا چند روز آینده 1,200,000 رو بغل بکنیم، خیلی از سهم ها سقف‌های تاریخیشون رو شکستن، ولی از اون بر بازارهای جهانی آخر هفته گذشته متزلزل ظاهر شدن. سری قبلی که بازارهای جهانی ریخت، بازار ما نریخت و شد پدیده اقتصاد جهان. دوباره فکر میکنید این مسئله تکرار بشه؟ نکته وجود داره، اینکه ما چقدر بتونیم از کووید 19 تو زمینه صادراتیمون به اصطلاح صیانت بکنیم. توی 2 ماه ابتدایی امسال اگر نگاه بکنیم، مثلا صادرات فولاد ما یعنی چیزی هولوش 60% کاهش داشته. تو شرکت های سنگ آهنیمون اگر نگاه بکنیم، میبینیم مثلا به طور ویژه کگول 2 میلیون تن کنسانتره تولید کرده که نفروخته. اگر گشایش ایجاد نشود، ممکنه ما این مشکلات رو داشته باشیم. بالاخره تولیدات اینها خصوصا تو زمینه حالا فولادی رو ویژه عرض میکنم، تولیدات اینها بخشش با اهداف صادراتی است و اگه قرار باشه همش تجمع پیدا کنه تو بازار داخلی، سنگ آهنی هم که براشون مشکلات متعدد تراشیده شده از جمله اون تعرفه 25%، ممکنه شرکت هامون هم لطمه بخورن. اما من فکر کنم پیشرانه بازار ما نرخ بهره منفی واقعی هستش، یعنی ما وقتی نرخ بهره واقعیمون منفی باشه و بازار انتظارات تورمی داره، هی این نرخ منفی تر و منفی تر میشه، بازارهای موازی هم با برود بهش دچار مشکلاتی باشه برای حجم ها و اندازه های بزرگ، طبیعتا میتونیم انتظار داشته باشیم حداقل بازار با این حمایتی که ازش داره میشه نریزه. بله، یکی از مسائلی هم که وجود داره، خیلی ممنون که کوتاه جواب میدید، منم میتونم سری سوالاتم از شما بپرسم. الان هر کسی تو بازار سرمایه از ابتدای سال تا الان اومده شاخصی 125-130% بازدهی گرفته و البته خب خودمونم میدونیم انصافا گرفتن شاخص هم سخته، چون شاخص برای اتفاقایی توش بیفته که خیلی سریعتر از قیمت سهم داره رشد میکنه و میره بالا، ولی علو عیال خیلی ترند این که حتما پول بیاریم تو بورس سود میکنیم الان فراوون شده تو جامعه و به بازار سرمایه به یک نگاه دیگه ای دارن میرن جلو. آیا فکر میکنید این روند برای سرمایه گذاران ادامه داره، یعنی بیان تو بورس خرید کنن و همچنان ما این بازدهی های خوب رو داشته باشیم در ادامه این مسیر؟ سوال بسیار خوبیه، این حقیقتش رو بخوام بگم سوال خود منم هست. من الان پی بی ای سهم ها رو نگاه میکنم، باز عمدتا باز تمرکزم میذارم رو فلزی معدنی ها. ما پی بی ای هایی رو داریم میبینیم که توی بعد از سال 92 دوباره دیده نشده، برای اولین باره که داریم تو این سال ها میبینیمش. اینکه چقدر بازار بخواد رو این پی بی ای ها حرکت بکنه نکته مهمیه. یادآوری میکنم خدمت بعضی از مخاطبین که سهم‌های بزرگ ما به سختی پی بی ای می‌گیرن. فولاد مبارکه امروز پی بی ایش تقریبا 10، فملی 11.5 تا 12 میتونیم بهش بگیم پی بی ای داره. حالا دیگه مثلا ضعیف‌ترینشون فخوز مثلا 9 یا 8.5 داریم ما پی بی ای می‌گیریم. در نتیجه بازار به نسبت خودش خیلی گرون شده که حتی نرخ بهره واقعی رو هم یه جورایی پوشش داده. اما به هر ترتیب عرضم اینه که اگر ماهایی که تو شرکت ها هستیم، ماهایی که به اصطلاح سهامدارای عمده هستیم، این آتش رو بتونیم پاسخگو باشیم، بتونیم مشارکت خوب داشته باشیم، بیایم سهم عرضه کنیم، سرک سهاممون رو بدیم، شرکت هامون رو بیاریم تو بورس، بازار سرمایه هم از این استقبال میکنه. خدا رو شکر من میشنوم که یه سری شرکت های مربوط به مصرفی که خب با توجه به ساختار جی دی پی ما اهمیت ویژه‌ای هم دارن، قرار شده بیان تو بورس تسهیلات بشه. اگر این بتونه سرعت بگیره، به اصطلاح به بازار جون تازه بده، نفس تازه بده، انشالله ما میتونیم از این به اصطلاح چطور بگم، خوشیومنی که برای بازار سرمایه علارغم شرایط بد اقتصادی پیش اومده بهره مناسب ببریم. بله، خب بازار مسکن
بازار حالا طلا، نگیم ارز چون ارز واقعا بازار نیست، تو هیچ جای دنیا هم نیست، میگیم بازار طلا چون طلا تو همه جای دنیا واقعا سرمایه گذاری هست و هشفاندهای بزرگ واقعا رو طلا کار میکنن و بخشی از داراییاشون هم کشورها هم هشفاندها به طلا اختصاص میدن، موضوعی که تو بورس ایران متاسفانه با چشم بد بهش نگاه میشه. بازار پس سهام، بازار بدهی، بازار ارز، بازار ملک، شما فکر میکنید کدوم بازار در ادامه مسیر شانس بهتری برای جذب پول رو در این اقتصاد داره؟ با توجه به سایز ما میتونیم بگیم اینو بدون تعصب لطفاً، چون شما فعال بازار سرمایه هستید، اینو خواهش میکنم بدون تعصب برید، چون سوال بعدی به این موضوع مربوط هستش. خواهش میکنم. من فکر میکنم به جهت سایز بازار مسکن خب طبیعتاً پذیرای بهتری میتونه باشه، اما نگرانی هایی که وجود داره در خصوص، حالا دوستان زیاد در این موارد صحبت کردن، در خصوص مالیات گذاری و به اصطلاح مسئله‌ای که برای خونه های خالی ممکنه پیش بیاد، طبیعتاً بازار مسکن با حمایت هایی که بازار سهام پذیرایی بهتری میتونه داشته باشه. اما یادمون باشه همه اینا یه ماشه‌ای دارن به نام انتظارات تورمی، و طبیعتاً اگر اون انتظارات تورمی ما به خاطر تغییرات سیاسی، حالا بیشترین محرکی که تو مقطع فعلی میتونه وجود داشته باشه، به دلیل اون تغییرات سیاسی انتظار تورمیمون فروکش بکنه، که حتی گاهی میتونه یک خبر خوب باشه، ممکنه این باشه شاهد توقف رشد یا حتی ریزش یا حتی رکود تو بازارهامون هم باشیم. خب بازار درسته؟ مسکن، بله 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 دقیقاً، بازار مسکن پی به آرش رفته محدوده 35، پی به ای بازار سرمایه اومده 18، هر دوتای اینا سقف رو زدن رفتن. آیا میتونیم بگیم که علت رشد در بازار مسکن، البته شما فرمودید انتظارات تورمی، صرفاً اتفاقات بازار سرمایه هستش؟ فکر نمی‌کنم صرفاً با انتظارات به اصطلاح تورمی بازار مسکن از بازار سهام خونده باشه. شاید تو برخی نواحی ایران، خصوصاً اون نواحی که الان توجه بیشتر بهشون میشه، یکی دوتا گشایش خوب داشتیم، یه به اصطلاح پذیرای سرمایه بودن، این دلیل شده میگن بازار سهام انقدر رفته بالا پس زمین ما، آپارتمان ما، ویلای ما هم انقدر می‌ارزه. اما یادمون باشه فقط تقاضای سوداگرانه تو بازار مسکن که نیستش، ما یه بخش به اصطلاح قابل توجهی هم داریم تو بازار مسکن که تو شهرهای بزرگمون هم بیشتر شاهد این هستیم، تقاضای مصرفیه و اون خیلی از به اصطلاح وام مسکن جون میگیره، حالا طبیعتاً اونم باید در نظر داشته باشیم. بله. و آخرین سوال رو از شما میپرسم، نرخ بهره در بازار در واقع بازار بدهی محدوده 15% اومده، هفته گذشته اخصای 13% هم داشتیم و نرخ بین بانکی دارن میگن 11-12%. از این ور تورم انتظاری علیرغم اون ادعای بانک مرکزی که میگه بین حالا 22% حدودا میانگین نگه میدارم، عموم مردم این قیمت تخم مرغ و اینا هم داریم میبینیم بیش از 30% هستش. آیا فکر میکنید ما نرخ سود سپرده کمتر از 15% رو میتونیم در اقتصاد حفظ بکنیم یا خیر؟ من بعید میدونم بتونیم حفظ بکنیم. همین الان گواهی سپرده های بانک مرکزی داره با 18% به اصطلاح سالانه است دیگه، ولی نرخ شکست 10. بله 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 دقیقاً، ولی آخه اجازه نمیده، یعنی قرارداد یک ساله میبنده معمولا به غیر از یکی دو تا بانک سررسیداشون زودتره. من فکر میکنم ما پیشخور کردیم حتی اون اتفاق هم، یعنی ما الان بازار سرمایه نرخ بهره 12.5% 12% هم خود به خودش دیده و در حال حاضر تو نرخ‌های فعلی، و فکر نمیکنم این چیزی باشه که تداوم داشته باشه مگر اینکه ما یک گشایش‌هایی داشته باشیم. اگر قرار باشه اون گشایش‌ها منظورتون چیه؟ گشایش های سیاسی. خب موقع ارز میاد اگر... پایین بازار سهام هم باش میاد دقیقاً صرفا اینجوری میشه، وگرنه ما الان اتفاقی که باش تو اقتصاد به نظر من باش مواجه هستیم محدودیت ارز است. این محدودیت ارزه ما رو میتونه به طور جدی اذیت بکنه، خصوصا که یادمون باشه بخش زیادی از صنایع مصرفی ما مواد اولیه‌شون رو وارد میکنن، چه شامل کشاورزی بخوایم صحبت بکنیم که برسه زنجیره مواد غذایی، چه به اصطلاح مواد مصرفی مثل شوینده و امثال هم. بله خیلی ممنون آقای کربلایی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی ممنون که کوتاه به سوالات ما جواب دادید که من بتونم رنج متفاوتی از سوالات رو از شما بپرسم. انشالله موفق باشید. خدا نگهدار. در خدمتتون هستم. مرسی. خداحافظ شما. خب گفتگو کردم با جناب آقای علی کربلایی، تحلیلگر محترم بازار سرمایه، که خیلی کوتاه و مفید به سوالات ما جواب داده، یکی از جوانهای این کشور در بازار سرمایه.